هر وقت نوبت گزارش بسیج میرسد. محمد رضا نقدی معاون فرماندهی کل سپاه در یک اظهار نظر عجیب گفته سلسله پلید هخامنشی که بزرگترین کشتارها و خیانتها را در کشور مرتکب شده بعد از افول قدرت کشور را دو دستی تقدیم یونان کرده. نقدی افسوده از سوی دیگر ساسانیان هم بعد از افول قدرت کشور را به مغولها تقدیم کردند. پیش از هر چیز باید خدمت سردار فرهیخته عرض شود که هخامنشیان به هیچ وجه بزرگترین کشتارها و خیانتها را در کشور مرتکب نشدند، بلکه طبق اسناد تاریخی در دوره آنها ایران یک کشور آباد و پر رونق بود، برعکس ایران تحت حکومت روحانیون. هخامنشیان به هیچ وجه کشور را دو دستی به یونانیان تقدیم نکردند، بلکه برای مقابله با یونانیان تلاش زیادی کردند اما شکست خوردند. مهمتر از همه آنکه تا پیش از این همه تصور می‌کردند ساسانیان در نتیجه حمله اعراب به ایران در قرن 7 میلادی سرنگون شدند و اولین حمله مغول‌ها به ایران در قرن 13 میلادی اتفاق افتاد. اما سردار نقدی با جابجایی وقایع تاریخی به مدت 600 سال مدعی شد که ساسانیان ایران را به مغول‌ها تقدیم کردند. مشخص نیست سرداران سپاه در چه دانشگاه‌ها و مدارسی تحصیل می‌کنند که هر از گاهی با ادعاهایشان باعث بلند شدن دود از سر ملت می‌شوند. نیست این آدم فاسد بوده، این آدم صهیونیست بوده، حالا به تعبیر امروزی‌ها، چون این ستا شاه یعنی خشایار، داریوش و کوروش ببینید چجوری پرستیده میشن توسط یهودی‌ها، منشأ حرکت یهودی‌ها بودن و هستن. البته در مملکتی که رئیس جمهور حالش به لوکوموتیو میگوید لوکوموتیر و رئیس جمهور سابقش مدعی میشود یک دختر دبیرستانی در زیرزمین خانهش اورانیوم غنی میکند، از فرماندهان نظامیش هم نباید انتظار زیادی داشت. قریب 1000 سال پیش دانشمندان مسلمان راجع به علم صحبت کرد. یکی میگوید دنیای اسلام و ایران سرمنشأ علوم کوانتوم است. وقتی که ما از این پشتوانه علمی برخوردار هستیم حتما سرمنشأ در علم کوانتوم الان هستیم، ولی خود نمیشه اینا اعلام کنیم. و دیگری وعده میدهد که با در قابلمه به جنگ کرونا خواهد رفت و همه کشور را با این در قابلمه نجات خواهد داد. دستگاه از فناوری های بسیار مدرنی استفاده کرده، در این حال که ساده به نظر میرسه و کارکرد ساده ای داره، ویروس رو داخل خشاب دستگاه میگذارند و میدان مغناطیسی که این ویروس ایجاد میکنه باعث میشه که این آنتن هر کجا ویروس مشابه این رو پیدا کنه در محیط در شعاع 100 متری به سمت اون نقطه هدفگیری میکنه. وقتی این افراد فرماندهان نظامی کشور باشند از سربازان زیردستشان هم انتظار زیادی نمیتوان داشت. یکی از دوستان شهید گوشعلی اجاقلو برای من تعریف میکرد که با هم در بانه بودیم، ایشون رفته بود، معمولا رسم بود که اونا که رزمنده ها معمولا میرفتن عکس میگرفتن، اگه عکاسی بود از عکاس درخواست میگن برایشون عکس ببرسه. شهید قدشعلی اجاقلو با آرپیجی میره عکاس خانه میگه از من عکس بگیر، خردش هم میذار اونجا، همه چیزش آماده میکنه، دست به ماشه، عکاس میگه من هر موقع ایشون میگه که 1 2 3 که عکس بگیره، یه دفعه اینو که نگو که این آماده شلیش بوده. در همون عکاس خانه ایشون بعد از این عکاس میگه 1 2 3 ماشه را میچکانه و خلاصه عکاس خانه میره هوا. من خودم رفتم اونجا را دیدم. در کشوری که زندانیانش ماشین نیروی انتظامی را هول میدهند جای تعجبی ندارد که پرچم کشور در دیدار رسمی معاون وزیر خارجش وارونه نصب شود. علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان در سفر یک روزه خود به پاکستان با وزیر امور خارجه این کشور و قائم مقام وی دیدار و گفتگو کرد. یک کشوری مال امام زمان است، ایشون صاحب اون کشور است. بی دلیل نیست که روحانیون جمهوری اسلامی را مملکت امام زمان می نامند. معنی واقعی مملکت امام زمان یعنی که یک فرد بی سوادی که تا دیروز نمی دانست بیت کوین چیست و آن را ملکی بیت ها می خواند، امروز به عنوان دستیار وزیر اقتصاد منصوب شود. خب بیت کوین، من بهش میگم ملکی بیت ها، بیت کوین یه واحد پول الکترونیکیه. یعنی چی؟ یعنی مثلا من میخوام برم به کوچه‌بازار شما بخرم، به جای اینکه دلار یا ریال یا تومان به شما بدم، میگم مثلا 10 تا بیت کوین به شما میدم، شما میگین پس میگم بیت کوین باشه، شاید هم بیت کوین باشه. بیت کوین کارش یعنی سکه بیتی.
اگه کوین بخونی میشه ملکه بیت ها، اما بیت کوین بخونی یعنی سکه بیت. تنها در کشور امام زمان مسئولان سازمان بورسش ماینر بیت کوین در محل کارشان نصب می‌کنند و در نهایت بیت کوین های تولید شده را بالا می‌کشند. آقا این داستان بورس تهران رو شنیدی که؟ بله. دوستان فقط 82 تا ماینر از چند سال پیش گذاشته بودن اونجا، مشغول استخراج رمز ارز خیلی شیک و مجلسی داشتن کار می‌کردن. آقا بعد... گفتم برای مصارف دیگه بوده و چی شد؟ بعد یه نماینده مجلس اومد گفتش که بابا 3 تا بیت کوین هم استخراج کردن تو این مدت. آره. یعنی حساب بکن یه فکر کنم چند میلیاردی شد به جیب زدن دوستان. حالا این 3 میلیارد تکلیفش چی میشه؟ حالا دستگاه نظارتی بیان تعیین تکلیف بکنن که خب حالا جمع کردین، یعنی 3 تا بیت کوینی که استخراج شدن حساب کتابش چه جوری برداشته؟ الان آقای گلجان حساب میکنه هر بیت کوین حدود 43000 دلار، بعد دلار رو ضرب در 27 تومن امروز کن آقای گلجان 51000. آفرین دوستان، ما شاء الله قیمتا لحظه‌ای. آره خلاصه. و یه نکته آقای مشهدی اعلام کردن، گفتن آقا حالا اگر دستگاه‌های دیگه هم از این اتفاقات رقم بخوره، ایشون گفتن سخنگوی صنعت برق که عالی‌ترین مقام دستگاه مسئوله و ما موافقیم برنامه‌ها نیستیم که توی دستگاهی حالا چه دولتی چه خصوصی بعد استخراج رمز ارزم درست کرده باشه. بله. آقای سهرانی بالاخره استعفا داد؟ بله دیگه، مدیر عامل بورس تهران که استعفا داد باز این قصه. 82 ماینر به مدت چند سال به صورت شبانه روزی در حال کار بوده و مسئولان بورس ادعا می‌کنند تنها 3 بیت کوین استخراج شده. هر دستگاه ماینر حدوداً ظرف 1 تا 3 سال می‌تواند 1 بیت کوین استخراج کند. اگر فرض کنیم 82 دستگاه به مدت 3 سال در سازمان بورس در حال کار بوده، احتمالاً هر یک از آنها دست کم 1 بیت کوین استخراج کرده. البته ناپدید شدن حدود 79 بیت کوین به ارزش بیش از 4 میلیون دلار در مملکت امام زمان اصلا اتفاق عجیبی محسوب نمی شود. اگر بخوایم بگیم ایشان صاحب یک کشور است، اون کشور ماست، یا بیشتر از همه جا صاحب کشور ما هستند. خب اگر ایشان صاحب کشور ما هستند، این کشور را بلاها و مشکلات، همطور که تا به حالم دیدیم انواعی از بلاها از دست دشمن یا از مثلا جریانات طبیعی برای کشور ما پیش آمده، اما حل شده. انشاءالله این مشکل کنونی هم حل خواهد شد. امیدواریم که به سرعت، به زودی، به خیر و عافیت این بلا از کشور ما دفع بشه به عنایت حضرت صاحب الزمان. ایشون صاحب این کشور است و سرنوشت این کشور را ایشان رقم میزند. ببینید اگر ما یه وقتایی کوتاهی میکنیم، خب البته چوب کوتاهی های خودمونو میخوریم. بنابراین اگر امام زمان صاحب کشور ماست که اینو بفرمایید که سال هاست ما به صور مختلف تکرار میکنیم و از ایشان انتظار داریم، حالا عرض میکنیم که ایشان انقدر بزرگ است، انقدر بزرگ است که میتواند دعا کند برای مردم ایران و کشورهای شیعه دیگر عالم، مثل مثلا عراق یا مثلا افغانستان، دعا کند و بلا از این کشورها دور بشه، بلا از این کشورها دور بشه. یه سال خوب و با سعادت و با خوشبختی و با راحتی و با خوشی بر ما بگذرد. انشاءالله امیدواریم که ایشان یه همچین مرحمتی رو در حق ما انجام بدهند. شما رو به خدا می‌سپارم.